وزیر امور خارجه مراکش از جامعه بین الملل خواست خطر تکفیری ها و سنی های تندرو در قاره آفریقا را جدی بگیرند. وی که در نشستی بین المللی با عنوان تهدید داعش برای آفریقا در پایتخت اقتصادی این کشور یعنی کازابلانکا سخن می گفت، افزود گروه تروریستی داعش در حال انتقال قدرت به شمال آفریقا هستند. وزیر امور خارجه مراکش در این نشست فوق‌العاده که در سطح وزرای خارجه کشورهای آفریقای سفید برگزار شد ادامه داد، در طی ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم که نقش سیاسی و میدانی داعش در منطقه خاورمیانه روز به روز در حال کمرنگ شدن است. اما من از همین تریبون و در مقابل شما مقامات کشورهای دوست میگویم که داعش در حال برنامه‌ریزی وسیع و انتقال قدرت به شمال آفریقا است. این وزیر مراکشی با اشاره به سنی‌های تندرو و سازمان تروریستی القاعده افزود، این امر محقق نمی شود مگر اینکه آنها بتوانند شاخه های سازمان تروریستی القاعده را در شمال آفریقا تقویت کنند. او گفت مراکش بارها خطر رشد و تقویت گروه های تروریستی را به کشورهای مشترک المنافع صحرا گویزد کرده و برای چندمین بار و در مقابل شما میگویم که حدود 10,000 جنگجوی داعش متواری از خاورمیانه در حال سازماندهی و اعزام به کشورهای شمال آفریقا هستند تا در موقعیتی مناسب به شاخه های مختلف القاعده بپیوندند و امنیت این منطقه را با اخلال روبرو کنند.